بنیاد نوبل اعلام کرد در واکنش به سرکوب اعتراض ها در ایران دعوت از سفیر جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم اهدای جایزه نوبل را پس میگیرد. روزنامه اکسپرسن چاپ سوئد به نقل از مسئولان بنیاد نوبل نوشت که با وجود اینکه سوئد و سایر کشورهای اروپایی هنوز واکنش دیپلماتیک مناسبی در قبال ایران اتخاذ نکرده اند اما این بنیاد با توجه به وضعیت وخیم و در حال تشدید ایران تصمیم گرفتن که سفیر ایران نباید به مراسم جایزه نوبل دعوت شود گفتگو میکنیم با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر از وین آیا نایب هاشم بنیاد نوبل دعوت سفیر ایران به مراسم اهدای جایزه نوبل صلح رو پس گرفت آیا این نشان از آغاز یک روند از سوی غرب در قبال نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما البته خب این یک سازمان نیمه دولتی یا غیر دولتیه ولی کن همجور که شما فرمودید بله این یک شروع است ما میدونیم که در جامعه جهانی بسیاری از دولت ها و حتی ممکن حکومت رو هم در دست داشته باشند ولی کن به رسمیت شناخته نمیشن یعنی دولت های دفاکتو یا در عمل هستند و ولی که از جانب جامعه بین المللی پذیرفته نیستن مثل میانمار مثل طالبان در افغانستان و خب در مقطع معین آفریقای جنوبی به خاطر رژیم آپارتایت در همین وضعیت قرار گرفته بود امروز جمهوری اسلامی میره که به آرامی در این مسیر قرار بگیره و جامعه جهانی ایران دیگر رو به رسمیت بشناسه به جای این ایران رسمی ایرانی که در عمل یعنی جامعه یعنی حکومت که عمل قدرت رو در دست داره ولی که اعتبار رو در سطح جهانی نداره و نهادهای های حقوق بشری آقای نایب هاشم واکنش های داشتند داشتن در مورد وقایع اخیر اما یک نکته که جاوید رحمان گزارش ج... گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به اون اشاره کرده انتقاد از مسئولیت مزمن مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در برابر نقض حقوق شهروندان و عدم پاسخگویی اونها در مورد تخلفات از گذشته تا به امروز بوده که به گفته آقای رحمان این مسئولیت به اوج خود رسیده منظور آقای رحمان از این مسئولیت چه هست و چگونه به وجود اومده؟ ببینید پدیده ایمپیونیتی یا مسئولیت در مورد کشورهایی که نقض فاهش حقوق بشر رو انجام میدن وجود داره یعنی اینکه کسانی که این ناقض حقوق بشر هستن از نظر دولت کاملا مجاز هستند که چنین اعمال را انجام بدن شکنجهگران جلادان قاتلان و در مورد جمهوری اسلامی از ابتدا تا حالا چنین بوده اونا بر مبنای شعار رحما و بینهم بین خودشون همه جور ارتباط همراه با رحم رو دارند و میبینیم که موقعی که دست به قتل میزنن مثلا قتل های زنجیری و غیره احکام خیلی خفیفی رو دارند کسانی که خب دست به ترور میزنند مثل آقای کسی که خب حال آقای حجاریان رو در واقع بهشون لطمه زده خیلی های دیگه در, در کوی دانشگاه و غیره از اون ابتدا تا کنون چنین بوده و به هیچ وجه دولت جمهوری اسلامی خودش رو ملزم ندونسته که کسانی که دست به این جنایات میزنند محاکمه واقعی بکنه در رابطه با کهریزک اینطور هست و در همین موارد جدید هم همینطوره یعنی اونها از یه طرف جنایت علیه بشریت رو انجام میدن ولی کاملا مسون هستن کاملا مسونیت دارن در قبال اقداماتی که کردن و پاسخو نه تنها اون نیستن. اونها نیستن خود حکومت هم پاسخو نیست در قبال کارهایی که مزدورانش انجام میدن برای این آقای جاوید رحمان به همچین پدیده ای اشاره کرده و خب میدونید جاوید رحمان و هفت گزارشگر یعنی شش گزارشگر ویژه دیگر به اضافه سه کارگروه سازمان ملل خواهان این شدن که اجلاس همچون ما که امروز سی و دومین روز اتصاب تحسان خودمون رو داشتیم در مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین اونها هم در خواستار این شدن که این اجلاس ویژه تشکیل بشه و یک سازوکار جدید در کنار گزارشگری ویژه ایجاد بشه که کارش این باشه که بیطرفانه تحقیق کنه تفحص بکنه و حقیقتی آبی بکنه مجموعه اقداماتی که در جمهوری اسلامی در خلاف جهت حقوق بشر انجام میشه بسیار سپاسگزارم از شما حسن نایب پاشا فعال حقوق بشر از اینکه با ما همراه بودید ممنون از شما